هرچه بود رزمنده بودند. در گیرودار عملیات گاهی که موها و محاسنشان بلند می شد وقت نمی کردن مرتب یا اصلاحش کنند. اما توی همان حال و اوضاع اگر دنبال اون گشتی آدم مرتبی را پیدا می کردی با ریش و موی اصلاح شده و عطر زده. این ویژگیش شده بود، ویژگی آدم محجوبی که همیشه موقع دیدن فرماندهانش دو زانو می نشست، سرش را به نشانه ادب پایین می انداخت و چشمانش را از نگاه خیره به چشمانشان می دزدید. چشمان محجوب و با حیای علی هاشمی. علی متولد سال 1340 هزیرآباد اهواز بود. خانهشان نزدیک جایی بود که بهش می گفتند آخر آسفالت. خانوادهش از عربهای خوزستان بودند. زمان انقلاب هم مثل خیلی از همسن و سالهاش دنبال راهی می گشت که بتواند خودش را در مبارزه علیه رژیم طاغوت سهیم کند. انقلاب که پیروز شد، آنقدری چیز بلد بود که بنشیند و با هواداران گروهک‌های ضد انقلاب یکی به دو کند. اما کمی بعد که جنگ شروع شد و زمزمه تشکیل سپاه و بسیج در شهرستان‌های خوزستان بلند شد، همراه حسین علم‌الهدا سراغ تشکیل سپاه بستان و حمیدیه رفت. آن وقتها هنوز سپاه سازمان رزم نداشت. اینجا مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهواز است. علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان بود و در اولین تقسیم بندی مناسب سپاه پاسداران در خوزستان علی هاشمی فرمانده سپاه حمیدیه شد. علی هاشمی رو من میشناختم به این دلیل که نسبت خویشاوندی داریم و خب همشهری بودیم، همزبون بودیم، هم باور بودیم به این مفهوم که در جبهه انقلاب بودیم، هم کار بودیم به این مفهوم که هر روز سپاهی بودیم. علی هاشمی توی روزهای اول تشکیل سپاه در خوزستان، سال دوم شکلگیریش به دلیل شرایط سنیش، عضو سپاه شد و بعد از شهادت اولین فرمانده سپاه حمیدی شهید نظرزاده، علی هاشمی فرمانده سپاه حمیدیه شد. ولم يكن لذلك كله سوى معنى واحد هو الاستعداد لحرب وشيكه شامله. سوسنگرد، هویزه و بستان دست دشمن. عراقی ها چند تایی از فرمانداران و مسئولان شهری را از بین ساکنان عرب همین مناطق انتخاب کرده بودند که بین عرب و عجم دو دستگی درست کنند. در چنین شرایطی فرمانده سپاه حمیدیه شدن خیلی هم راحت نبود، مخصوصا برای علی که خودش عرب زبان بود. اما هرچه بود با همراهی دوستانش موفق شد چند عملیات کوچک ایزایی علیه دشمن ترتیب بده. برادرانی که مسئول طرح و برنامه‌ریزی عملیات بودن با توجه به اطلاعات برنامه بسیار جالب و طرح بسیار جالبی ریختن و دیدیم که این طرح با موفقیت با وارد کردن حد اکثر تلفات به دشمن بعدی بود که ما تمام چیزهایی که دشمن داشت در منطقه تونستیم تارمار کنیم و چند دستگاه تانک تونست از دست برادران در بره و چند کیلومتر فرار کنه که خوشبختانه این تانک‌ها هم در اون روز 6 دستگاه تانکش توسط موشک تاو برادران خود سپاه حمیدیه منهدم شد. عملیات سامن الائمه که با موفقیت انجام شد، سپاه هم کم کم سازمان رزمش را شکل داد و تیپ و گردان درست کرد. عملیات طریق القدس بستان را هم آزاد کرد. عملیات بعدی در منطقه دشت عباس. منطقه عملیات به نسبت مناطق عملیاتی قبل خیلی بزرگ. برای همین لازم بود همزمان با عملیات
یک سری عملیات ایذایی هم برای نزدیکتر شدن به دشمن یا منحرف کردن توجهش انجام شد. یکی از این عملیات ها کار علی. هموطنان عزیز، در کناره رودخانه کرخه کور هستیم که به مناسبت پیروزی که چند ساعت از اون بیشتر نمیگذره، برادران ما اسم این رودخانه رو کرخه نور گذاشتن و پس از پیروزی بزرگ رزماوران اسلام در جبهه کرخه کور و طراح و آزاد شدن رودخانه کرخه کور، گفتگوی داریم با فرمانده سپاه حمیدیه. توی فتح مبین علی هاشمی به نحوی آرایش نیرو داد که عراقی ها فکر کردن عملیات اسیر رزمندگان اسلام تو این منطقه است، با اینکه این عملیات پشتیبانی یا عملیات فریبی بود که عملیات فتح مبین توی شمال منطقه خوزستان صورت بگیره. به همین دلیل وقتی بستان آزاد شد و ما به سمت فتح مبین رفتیم، در حالی که داشتیم عملیات فتح مبین رو طراحی میکردیم، بهشون ابلاغ کردیم که یک تیپی رو در منطقه کرخه نور و در حقیقت به وجود بیاره و خودش آماده عملیات بکنه و اونجا در حقیقت عملیات انجام بده. از اینجا به بعد بود که دیگه ارتباط من با ایشون خیلی بیشتر شد. تیپی که علی و دوستانش درست کرده بودند و اسمش تیپ 37 نور بود، بعد از تغییر و تحولات سازمان رزم سپاه منحل شد و علی رفت سوسنگرد. 400-500 نفر از جوانان عرب منطقه را که از قبل شناسایی کرده بود سازماندهی کرد و با آنها یک یگان حراست مرزی درست کرد، همان ایده‌ای که از مدت‌ها قبل دنبالش بود. منطقه هورالهویزه بیشتر از 100 کیلومتر مرز آبی از چذابه گرفته تا طلائیه داشت، منطقه وسیعی که نیازمند حفاظت و حراست بود و از قضا این کار از سپاه ساخته نبود. دلیلش هم شرایط خاص اقلیمی منطقه بود. علی نقطه پیوند سپاه و مردم منطقه را پیدا کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که بهترین، آسانترین و کم‌هزینه‌ترین راه مسلط شدن دشمن بر هور استفاده از نیروهای عرب بومی است. یگان حراستی که علی با کمک عرب‌های بومی منطقه و با اعتماد به آنها درست کرد، آنقدر خوب عمل کردند که وقتی جنگ در سال 62 به بنبست رسید، چشمان تیزبین فرمانده سپاه نقطه گشایش را فقط همانجا دید، در هور و با کمک بچه های علی. وقتی زمین رو شناسایی کردیم، به یک منطقه رسیدیم که آب گرفتگی بود که بین ما و ارتش عراق قرار داشت. 90 کیلومتر در 30 کیلومتر منطقه آب گرفتگی و باتلاقی بود. این منطقه رو ما برای نورد انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم که دشمن رو بکشونیم تو این نیزارها و باتلاقها، با اون در حقیقت گلاویز بشیم که اون نتونه از درهش استفاده کنه. اما مشکلی که ما داشتیم اینجا یه منطقه ناشناخته و بسیار مرموزی بود. جز بومی‌های بسیار قدیمی هیچ کسی از این نیزارها و باتلاقها اطلاع نداشت. کوچکترین خطا انسان توی باطلاق فرو می رفت و از بین می رفت، یا نیزارهای بسیار بلند اونجا اصلا هر نوع دید و تیر رو کاملا از بین می برد، اصلا آرایش گرفتن، موزه گرفتن. به نتیجه رسیدن باید ما یه تیمی رو بیاریم اینجا که اولا منطقه رو بشناسه، بومی ها رو بشناسه، بعد از طرف دیگه بتونه کار اطلاعاتی بکنه، در ضمن از مانور تیپ و عملیات هم برخوردار باشه. بعد دیگه ذهنم رفت، اینا که تو ذهنم شکل گرفت، دیگه ذهنم رفت به سمت علی هاشمی. دیگه ایشون کاندید شد که بیاد توی منطقه و قرارگاهی رو بپا کنه. شرایط اقلیمی هور مثل پشه‌کوره، گرما، سرما، پارو زدن با بلم و غیره، شرایطی نبود که هر کسی از عهده‌اش برمی‌آید. تازه شناسایی کامل آبراه‌های هور هم برای یک غریبه مدت‌ها طول می‌کشید. هورالهویزه هزار توی پیچ در پیچی بود که هر تازه واردی بیشک در آن گم می‌شد.
بخش بیشتر هور در خاک عراق بود و ساکنان بومیش همگی عرب زبان بودند. اگر میشد با انجام عملیات شناسایی در این منطقه عملیاتی ترتیب داد، با قطع جاده بغداد به بصره کمر ارتش عراق میشکست. مشکل اول ما شناخت هور بود که یک شناخت کلی به دست آوردیم که هور حالا از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه، آبراها چطوری در هور میشه حرکت کرد، آبراها چی هستن، چه نوع آبراهایی رو داریم ما در هور، چطوری باید زندگی بکنیم، چون خب از این ور هور به اون ور هور وقتی میخواستیم بریم شاید با اون موقع چون قایق موتوری رو نمیشد در همه جای هور برد، شاید نصف روز یه روز یه جاهایی طول میکشید، بعضی وقتا ما نیروهای شناساییمون دو روز سه روز چند روز طول میکشید تا برن یه کار شناسایی رو انجام بدن. طبیعتاً باید شیوه زندگی در هور رو آموزش میدیدن و یاد میگرفتن، بنابراین اینا انجام شد از ظرف مدت کوتاهی و تقریباً تونستیم یه وضعیت هور رو پیاده سازی بکنیم. حساسیت مسئله به قدری زیاد بود که فرمانده سپاه ایده‌اش را حتی از فرماندهان بزرگ جنگ هم مخفی کرد. هیچ کس نمی بایست تا پایان عملیات شناسایی و اطمینان از امکان پذیر بودن عملیات از ماجرا بویی می برد. به این ترتیب قرارگاهی سری در هورالهویزه تشکیل شد که هیچ کس جز فرمانده سپاه از وجود آن با خبر نبود. قرارگاه سری نصرت به فرماندهی علی هاشمی. آقای علی هاشمی رو صدا زدیم، بهش گفتیم هیچ کسی نباید اطلاع پیدا کنه، حتی اگر مسئولان مملکتی هم میان جنوب شما حق ندارید با اینا صحبت کنه. اینو من باید بدونم، حد اکثر ممکنه خدمت امام بگیم دیگه، هیچ کسی نباید خبردار بشه. هر کدوم از فرماندانم باید یه صحبتی کرد که علی مثل اینکه داری کارایی میکنی، کاملا بزن زیرش و بگو اصلا یه حرفا چیه، ما کاری نمیکنیم اینا، و باید خیلی خوب بتونی نقش بازی کنی. بعد گفت خب دو سه نفرم بیارم. گفتم حرفی نیست، کیا هستن؟ گفت آقای علی ناصری، آقای هواشمی، آقای سیامک بهمان، اون موقع ایشون اومده بود برای عملیاتشون. با توجه به اینکه منطقه آبی بود، اگر دشمن متوجه میشد عمده قوای خودش رو می آورد پشت اینجا قرار میداد و انجام عملیات سخت و دشوار میشد، و یا به عبارتی دیگه باید ما چشم‌پوشی میکردیم از این منطقه. بنابراین با یه حساسیت خاصی کار در اینجا شروع شد و محدودیت های اعمال شد، به گونه ای که خب بچه ها نمیتونستن از کاری که دارن انجام میدن حتی برای سایر دوستان رزمنده خودشون صحبت بکنن. کار دوم ما این بود که خب حالا اون طرف چه خبره، حالا از این منطقه آب گرفتگی که عبور بکنیم اون طرف چه خبره، یعنی توی اون مناطق خشکی دشمن هست نیست، لذا دیگه نیروهای اطلاعاتی رو از منطقه آب گرفتگی عبور میدادیم توی خاک دشمن، اینا وارد مناطق خشکی میشدن اطراف جاده بغداد بصره، اونجا میرفتن مردم زندگی میکردن، ماشینا مثل اتوبان مثلا تهران قم تعداد بسیار زیادی خودرو در هر دقیقه اونجا عبور میکرد، اینا رو میرفتن عکس میگرفتن فیلم برداری میکردن میومدن، خشکیایی که دو طرف رودخونه دجله بود اینا رو شناسایی کردن، پاسگاهایی که عراق داشت، نیروهایی که داشت در حقیقت اینا رو شناسایی کردن، کم کم چهره نظامی منطقه هم برای ما آشکار شد که ما با چه منطقه‌ای از نظر نظامی مواجه هستیم، نیروهای دشمن کجا هستن، چی دارن، تجهیزاتشون چی هست. اینم کار خیلی طاقت فرسایی بود، چون نیروهایی که میرفتن وارد زمین دشمن میشدن احتمال اسارتشون بود، اینا ممکن بود گرفته بشن، بعد اینا رو شکنجه میکردن، لو میرفت منطقه. مدیریت این کارم با عهده علی هاشمی بود، هم تیمای اطلاعاتی رو برای شناخت آب گرفتگی و هور، هم تیمای اطلاعاتی که تو عمق خاک دشمن میرفتن اینا رو آقای علی هاشمی مدیریت میکرد، اداره میکرد.
علی و دوستانش طی 9 ماه چنان زوایای هور را شناسایی کردند که فرمانده سپاه توانست با لباس عربی، دشداشه و چفیه روی ککبلم بنشیند و بعد از 6 ساعت پیشروی در هور به جاده بصره بغداد در عمق خاک عراق برسد و جاده را از نزدیک ببیند. این چنین همه چیز برای انجام عملیات در هور آماده شد. وقتی فرماندهان نظامی دشمن توی نقشه پدافندی خودشون روی زمین نگاه میکردن، منطقه هور رو منطقه فاقد قابلیت تهاجم نیروهای ایرانی میدونستن. نوع عمل کرده علی هاشمی و شناسایی دقیقی که صورت گرفت هیچ نکته ای رو هم فراهم نکرد که این تحلیل طبیعیشون رو عوض بکنه. با حال اینکه کار بسیار گسترده ای در هور صورت گرفت. نگاه کنید، وقتی میگم کار گسترده، اضافه بر این، چون هور اگر فیلمی ازش داشته باشید، هور یک آب باز و آزاد نیست. هور معابر عبوری خاصی داره، معابر عبوری بسیار شبیه هم اما با پیچیدگی‌های مختلف. یعنی ممکنه دو معبر هم شکل و هم قیافه اما با دو عمق، یکی به گل بخوره و یکی واقعا معبر واقعی باشه. دو معبر هم شکل اما به دو نقطه برسه، به تک نقطه نرسه. ابزار عبور از این آب ابزار عمومی نیست، ابزار خاصه. یعنی باید به آب نگاه خاص اون نوع از آب میشد. 9 ماه بعد از روزی که علی هاشمی و دوستانش کارشان را در هور شروع کرده بودند، محسن رضایی فرماندهان سپاه را از طرحی که برای عملیات در هور داشت مطلع کرد. تیم اطلاعاتی علی تک تک فرماندهان سپاه را با بلم و لباس عربی تا حاشیه دجله پیش برد و زوایای هور را نشانشان داد. همطور که می‌بینی یک راه باریکی هست که ما داریم بهش نزدیک میشیم و یکی از راه‌های آب هست، اسمش زبره هست. وقتی مرتضی قربانی با پوتین‌هایش آسفالت جاده بصره بغداد را زیر پایش لمس کرد، دیگر کاملا مطمئن شده بود این عملیات شدنی است. فرماندهان رو خواستیم که بیان اینجا عمل کنن. بعد چون میترسیدیم که فرماندهان ظرفیت نداشته باشن، ناچار شدیم یه تاکتیک به خرج دادم. اینا رو بردیم تو خلیج فارس، بردیم کیش، همه فرماندهان، شهید همت و خرازی و اینها. خب اینا اول خیلی نگران شدن، چون گفتن آخه برای چی ما اومدیم توی خلیج فارس، ما باید اون طرف بجنگیم، اینجا چه خبره؟ گفتم که خب حالا به نظر شما چه اشکال داره ما توی خلیج فارس جنگی را بندازیم؟ گفتن آخه ما همه زمینی هستیم، ما توپ و تانک داریم، این که نمیشه. گفتم خیلی خب، حالا آموزش که چه اشکال داره، شما اینجا آموزش ببینید. بعد اینا رو برشون گردوندیم، آوردیم اهواز، بردیمشون کنار این آب گرفتگی. اینا وقتی این آب گرفتگی رو با اون دریا مقایسه کردن، گفتن ما راضی به همینجا هستیم، همینجا این مشکلات اینجا رو میپذیریم، اما خلیج فارس رو در حقیقت از روی روانی آنقدر منطقه نامانوس بود که ما ناچار بودیم با یه تاکتیکای روحی روانی فرماندهانمون رو آرام آرام با شرایط جدیدی که میخواستیم تو جنگ در پیش بگیریم، از اون شرایط قدیم اینا رو در حقیقت عادت بدیم. ولی آقای علی هاشمی و تیمش مشکلی نداشتیم در تو با اونا که به اونا بگیم شما بیاید اینجا کار کنید و منطقه رو در حقیقت آماده کنید. از نظر روحی این آمادگی درش وجود داشت. سوم اسفند 1362 عملیات خیبر در منطقه هورالهویزه انجام شد و جزایر مجنون عراق فتح شد. بعد از عملیات خیبر، قرارگاه نصرت از حالت سری خارج شد و علی هاشمی حراست از هور و جزایر مجنون را عهده‌دار شد. این زمان او فرمانده سپاه ششم امام صادق علیه السلام بود که چند لشکر و تیم تحت امرش بودند. خب ما بعد از اینکه مناطق رو در ایران شکل داده بودیم، در اول سپاه وقتی من فرمانده سپاه شدم،
9 تا منطقه و بعد شد 11 منطقه. کل سپاه رو تقسیم کرده بودیم. بعد از یه مقطعی به نتیجه رسیدیم که منطقه بودن خیلی شاکله نظامی نداره. ما یه گام بریم جلو سپاه‌ها رو تشکیل بدیم. و لذا خوزستان شد در واقع سپاه ششم که هم شهرها و بسیج زیر نظرش بود، هم لشکرها و تیپ‌ها زیر نظرش بود. ایشون عملاً فرمانده یک سپاهی شده بود که بیش از مثلا 20 تا 30 تا سپاه شهرستانی رو اداره می‌کرد. لشکر هفت ولیعصر زیر نظرش بود. تیپ توپخانه داشت. دو تا تیپ پیاده و زرهی دیگه داشت. تیپ مهندسی در حقیقت زیر نظرش بود. مجموعاً میشه گفت مثلا حدود 9 تا 10 تا تیپ و نزدیک 19 تا 20 تا سپاه شهرستانی رو در حقیقت زیر نظر سپاه ششم قرار داشت. از این به بعد نابیدی که ما داریم این است که یک آقای تخصصی که آدم در اختیار داریم اینها باید نیروی پیاده در خط داشته باشند. یعنی علی همدم نیزارهای هور بود. سال 61 پا به هور گذاشت و تا سال 67 در هور ماند. 4 تیر ماه 1367 خبر رسید ارتش بعث به نزدیکی جزایر مجنون رسیده است. فرماندهان ستاد عملیات جنوب تلفنی با قرارگاه نصرت مشغول صحبت بودند که گروهی از کمانده‌های عراق با هلیکوپتر پشت قرارگاه نصرت پیاده شدند و به سمت قرارگاه هجوم بردند. من حاجی رو صدا کردم، گفتم حاجی هلیکوپترها دارن میان. ایشون سریع اومد از سنگر بیرون، بقیه هم بودیم دیگه. ملاحظه کردیم که اولین شلیک رو یکی هلیکوپتر انجام داد، موشک‌های کوچیکی که هلیکوپتر زیرش داره شلیک کرد، به سمت خورد به زیر یکی از ماشین‌های ما. دویدیم رو به عقب و رو به یه جاده‌ای که میرفت، میدونستیم مسیری است که میره به سمت منطقه‌ای که هنوز قطعاً اشغال نشده، احتمال نجات هست. تا یک مسافتی من و علی با هم بودیم و چند تا دیگه، ولی هلیکوپترها که ما رو دیده بودن خیلی روشن و واضح و میدونستن این قرارگاه چی هست، راه نکردن ما رو. هم با تیربار ما رو تعقیب کردن و بدرقه میکردن، هم با موشک، طوری که در چند مرحله من خودم و ایشون در اثر شلیک موشک ها و آتشی که یه دفعه پراکنده میشد و این نیام خوش بودن، چند مرتبه اصلا پرت شدیم، چون یه باره یه منطقهی دوروبر ما همش شد ترکش و موج شدید و آتش. اونجا من دیگه داد زدم حاج علی، همون لفظی که معمولا راحت بهشونه بودیم آیا هاشم بودیم، حاج علی، حاج علی کجایی؟ داد چند بار بلند شدم دیدم صدای دیگه نمیاد. چپ راست یه خورده جلو و عقب و نگاه کردیم، دیدیم نه خبری از ایشون نیست. 9 نفر از آنها با مخفی شدن در میان نیها خود را به عقب رساندند. 2 نفر اسیر کماندوهای عراقی شدند و سرنوشت 4 نفر دیگر تا سالها بعد نامعلوم. علی یکی از آن 4 نفر. علی مظلوم جبهه و غریب شهر. تا سال 1382 که صدام بر عراق حکومت می کرد، در هیچ مراسمی سخنی از علی به میان نمی آمد. تا اگر در زندانهای رژیم بعث اسیر است، به جایگاهش پی نبرند و او را شهید نکنند. علی هاشمی از نیروهای وانتد بود. من بهش میگم وانتد به این دلیل، یعنی نیروهای مورد درخواست صدامیان بود. میدونی نیروهای عراقی کادر رو بر وظیفه، فرمانده رو بر غیر فرمانده، لباس سبز رو بر غیر لباس سبز و عرب رو بر غیر عرب تعیین میداد. یعنی میخواست اون انتقام، اون رؤیایی که هرگز محقق نشد رو بگیره، از عربایی که تو خطوط مقدم بود به شدت انتقام میگرفت که شما چرا با فارس ها علیه ما همکاری میکنید. علی هاشمی هم کادر بود، هم فرمانده بود، هم سپاهی بود، هم یه نکته دیگه ای داشت که در حقیقت باید ازش انتقام میگرفتن،
و اون این بود که علی هاشمی خواب راحت رو از ذهن صدام و ماهر عبدالرشید که فرمانده سپاه سوم بود موقع عملیات خیبر با انجام عملیات خیبر رو بود. پیکر علی را بعد از 22 سال در میان حور یافتند، جایی که شاید نیزارهایش دلشان نیامده بود این همدم سالیانشان را که گوشش جز به نوای آرام بخش آب آشنا نبود بار دیگر به میان شهر بفرستند.